The spoken tutorial در LibreOffice Calc Working with Cells and Sheets خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد می‌گیریم. وارد کردن و حذف کردن روز و کالمز، وارد کردن و حذف کردن شیت ها، دوباره نام دادن شیت ها. در اینجا ما از اوبونتو لینکس نسخه 10.04 به عنوان آپریتینگ سیستم و LibreOffice Suite نسخه 3.3.4 استفاده می‌کنیم. برنامه خود را با یاد گرفتن در مورد وارد کردن ردیف و ستون در سپریدشیت شروع می کنیم. فایل personalfinancetracker.ods را باز می کنیم. ردیف ها و ستون ها را می توان تک تک یا به صورت گروهی وارد کرد. برای وارد کردن یک ردیف یا ستون در سپریدشیت، ابتدا سن، ستون و یا ردیف را در جایی که ستون و یا ردیف جدید را می خواهید وارد کنید، انتخاب کنید. برای مثال در فایل personalfinancetracker.ods جایی در ردیف اول را کلیک می کنیم. من روی سل که در آن کاست نوشته شده است کلیک می کنم. حالا گزینه اینسرت در نوار منو و سپس روز را کلیک کنید. می‌بینیم که ردیف جدید درست در بالای ردیف انتخاب شده وارد شده است. برای وارد کردن ستون جدید دکمه اینسرت در نوار منو و سپس کالمز را کلیک کنید. می‌بینید که ستون جدید قبل از ستون خانه انتخاب شده وارد می‌شود. حالا تغییرات ایجاد شده را آندو می‌کنیم. اگر شما ستون را با کلیک کردن حرف الف با آن و یا ردیف را با شماره‌ای که آن را نشان می‌دهد انتخاب کرده اید، برای وارد کردن کالم یا رو جدید کلیک راست کنید و گزینه اینسرت کالم یا اینسرت روز در فهرست کشویی که نمایان می‌شود را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید با کلیک کردن نشانگر سل را انتخاب کنید، سپس کلیک راست کنید و گزینه اینسرت را انتخاب کنید. شما کادر محاوره ای مثل این را می‌بینید. گزینه Entire Row یا Entire Column را برای اضافه کردن ردیف و ستون انتخاب کنید. برای وارد کردن همزمان چند ستون یا چند ردیف، ابتدا باید تعداد ستون‌های یا ردیف‌های لازم را با نگه داشتن دکمه چپ ماوس در سل اولیه و کشیدن آن در سراسر تعداد مورد نیاز شناسه نشاندار کنید. اینجا ما چهار خانه را نشاندار کرده ایم. یکی از روش‌های توضیح داده شده را برای اضافه کردن ردیف‌ها و ستون‌های جدید استفاده کنید. می‌خواهم چند ردیف جدید اضافه کنم، پس روی قسمت انتخابی کلیک راست و گزینه اینسرت را انتخاب می‌کنم. حالا گزینه Entire Row را انتخاب می‌کنم، دکمه اوکی را کلیک کنید. توجه کنید که چهار ردیف جدید در بالای ردیف‌های انتخاب شده اضافه می‌شود. حالا یاد می‌گیریم که چگونه کالم ها را تک تک و یا در گروه حذف کنیم. برای حذف کردن یک ستون و یا ردیف، ابتدا ستون و یا ردیفی را که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید. به طور مثال اگر بخواهیم ستونی را که لاندری در آن نوشته شده است را حذف کنیم، ابتدا آن خانه در آن ستون را با کلیک کردن آن انتخاب می‌کنیم. حالا سل را کلیک راست کنید و گزینه دیلیت را کلیک کنید. کادر محاوره‌ای با عنوان Delete Cells نمایان می شود. حالا ابتدا گزینه Shift Cells Up و سپس دکمه اوکی را کلیک کنید. می بینید که آن خانه حذف می شود و خانه های زیر آن به سمت بالا می آیند. این تغییرات را آندو می کنید. حالا یاد می گیریم که چگونه همزمان چند ستون یا چند ردیف را حذف کنیم. برای مثال اگر ما بخواهیم ردیف را که Miscellaneous در آن نوشته شده را حذف کنیم، ابتدا خانه‌ای که شامل شماره سریال 6 هست را انتخاب می کنیم. دکمه چپ ماوس را در این سل نگه دارید و آن را در سراسر ردیف بکشید. همینطور می توانید روی شماره ردیفی که می خواهید حذف کنید کلیک کنید، کل ردیف نشاندار می شود. سل را کلیک راست کنید و سپس گزینه دیلیت را کلیک کنید. حالا کادر محاوره‌ای با عنوان دیلیت سلز نمایان می شود. گزینه شیفت سلز آف و سپس دکمه اوکی را کلیک کنید. می بینید که کل ردیف حذف می شود و ردیف پایین آن به سمت بالا می رود.
همینطور ما با انتخاب ستون‌ها به جای ردیف‌ها می‌توانیم آنها را حذف کنیم. تغییرات را آندو می‌کنیم. بعد از یاد گرفتن چگونگی وارد کردن و یا حذف کردن چندین ردیف و ستون در شیت، حالا یاد می‌گیریم که چگونه شیت‌ها را در کلک وارد و یا حذف کنیم. راه‌های مختلفی برای وارد کردن شیت در کلک وجود دارد. هر یک از آنها را یاد می‌گیریم. مرحله اول برای همه روش‌ها انتخاب کردن شیت بعد از آن شیت که باید وارد شود می باشد. ابتدا گزینه اینسرت در نوار منو و سپس شیت را کلیک کنید. کادر محاوره‌ای با عنوان اینسرت شیت باز می شود. حالا دکمه After Current Sheet را برای وارد کردن شیت جدید بعد از شیت فعلی انتخاب کنید. در فیلد نیم نام شیت جدید ما شیت 4 نشان داده می شود. این نام ایجاد شده توسط سیستم می باشد. اگر بخواهید می توانید دوباره نامگذاری کنید. حالا دکمه اوکی را کلیک کنید. می بینیم که شیت جدید بعد از شیت فعلی وارد شده است. روش دیگر برای وارد کردن شیت جدید این است که تب شیت فعلی را در سمت چپ پایین کلک ویندو کلیک راست کنید و گزینه اینسرت شیت را کلیک کنید. شما می توانید موقعیت، تعداد شیت ها و نام را انتخاب کنید و دکمه اوکی را کلیک کنید. این شیت را مطابقا وارد می کند. یک روش ساده دیگر برای وارد کردن شیت بعد از شیت فعلی کلیک کردن دکمه اد شیت که با علامت پلاس بعد از شیت تب نشان داده شده است می باشد. با کلیک کردن آن شیت جدید به طور خودکار بعد از شیت آخر وارد می شود. روش آخر برای وارد کردن شیت جدید با دسترسی به کادر محاوره‌ای اینسرت شیت با کلیک کردن فضای خالی بعد از اد شیت علامت مثبت در تب‌های شیت در پایین می باشد. با کلیک کردن فضای خالی می بینیم که کادر محاوره‌ای اینسرت شیت نمایان می شود. می توانید جزئیات را در کادر محاوره‌ای وارد کنید و دکمه اوکی را کلیک کنید. بعد از اینکه یاد گرفتیم که چگونه شیت‌ها را وارد کنیم، حالا یاد می‌گیریم چگونه شیت‌ها را در کلک حذف کنیم. شیت‌ها را می توان تک تک و یا به صورت گروهی حذف کرد. برای حذف کردن یک شیت، تب شیتی را که می‌خواهید حذف کنید کلیک راست کنید و بعد در منو پاپ آپ گزینه دیلیت شیت را کلیک کنید و سپس گزینه یس را کلیک کنید. می‌بینید که شیت حذف می‌شود. یک روش دیگر برای حذف کردن یک شیت استفاده از گزینه ادیت در نوار منو می‌باشد. به طور مثال اگر ما بخواهیم شیت 3 را از لیست حذف کنیم، گزینه ادیت در نوار منو را کلیک کنید و سپس گزینه شیت را کلیک کنید. حالا گزینه دیلیت در منوی پاپ آپ و سپس گزینه یس را کلیک کنید. می‌بینید که شیت حذف می‌شود. تغییراتی را که داده ایم آندو می‌کنیم. برای حذف کردن چند شیت. به طور مثال اگر بخواهیم شیت 2 و شیت 3 را حذف کنیم، ابتدا تب شیت 2 را کلیک کنید و سپس دکمه شیفت در صفحه کلید را نگه دارید و تب شیت 3 را کلیک کنید. حالا یکی از تب‌ها را کلیک راست کنید و گزینه دیلیت شیت از منوی پاپ آپ را کلیک کنید و سپس گزینه یس را کلیک کنید. می‌بینید که هر دو شیت حذف شدند. تغییراتی را که ایجاد کرده ایم آندو می‌کنیم. روش دیگر برای حذف کردن یک شیت استفاده از گزینه ادیت در نوار منو می‌باشد. به طور مثال اگر ما بخواهیم شیت 6 و شیت 7 را از لیست حذف کنیم، گزینه ادیت در نوار منو را کلیک کنید و سپس گزینه شیت را کلیک کنید. حالا گزینه سلکت در منو پاپ آپ را کلیک کنید. در کادر محاوره‌ای که نمایان می شود، گزینه شیت 6 را کلیک کنید و دکمه شیفت در صفحه کلید را نگه دارید. گزینه شیت 7 را کلیک کنید. دکمه اوکی را کلیک کنید. این شیت هایی را که ما می خواهیم حذف کنیم را انتخاب می کند. حالا دوباره گزینه ادیت در نوار منو را کلیک کنید و سپس گزینه شیت را کلیک کنید. حالا گزینه دیلیت در منو پاپ آپ را کلیک کنید و سپس گزینه یس را کلیک کنید.
می‌بینید که شیت‌های انتخاب شده حذف می‌شوند. بعد از یاد گرفتن چگونگی حذف کردن شیت‌ها در کلک یاد می‌گیریم که چگونه در اسپردشیت شیت‌ها را رینیم کنیم. همانطور که در اسپردشیت می‌بینید شیت‌های مختلف مثل شیت 1, شیت 2, شیت 3 و غیره به صورت پیش‌فرض نامگذاری شدند. این برای اسپردشیت کوچک با تعداد شیت عملی است، ولی این برای تعداد خیلی زیاد شیت خیلی مشکل است. کلک نامگذاری شیت ها مطابق سلیقه ما را فراهم می کند. مثلا اگر ما بخواهیم شیت 4 را دامپ نامگذاری کنیم، شما می توانید این کار را با دو بار کلیک کردن تب شیت 4 در پایین انجام دهید. می بینید که کادر محاوره‌ای با عنوان Rename Sheet باز می شود. به صورت پیش‌فرض یک کادر متنی که شیت 4 در آن نوشته شده است می باشد. حالا نام پیش‌فرض را حذف کنید و نام جدید شیت را دامپ بنویسید. دکمه اوکی را کلیک کنید، می‌بینید که تب شیت 4 به دامپ تبدیل شده است. حالا شیت 5 و دامپ را حذف کنید. این ما را به پایان اسپوکن تیوتوریل در لیبر آفیس کلک می‌آورد. به طور خلاصه این موارد را یاد گرفتیم. وارد کردن و حذف کردن ردیف‌ها و ستون‌ها، وارد کردن و حذف کردن شیت و دوباره نامگذاری شیت ها. ارائه فایل spreadsheetpractice.ods را باز کنید. ردیف با عنوان serial number را انتخاب و حذف کنید و نام شیت را به department sheet تغییر دهید. ویدیو را در لینک زیر مشاهده کنید. این خلاصه یه پروژه spoken tutorial می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریل ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهی نامه می دهد. برای جزئیات به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. پروژه اسپوکن تیوتوریل بخشی از پروژه Talk to a Teacher می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT-MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان. با تشکر از شما.